من خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و همراهان ورزش صرف. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و قامتی باعث مباهات و افتخار من هست و باشگاه استقلال که نویسنده قابل و توانایی مثل شما اینقدر باشگاه استقلال براش مهم هستش، اتفاقاتش که زحمت کشیدین اومدین تا بخوایم یک گپی راجع به باشگاه استقلال بزنیم، به این امید که بتونیم واسه اتفاقات خوبی در این باشگاه بشیم، بتونیم حرکت مثبتی رو واسه باشگاه تو وجود بیاریم. تو چوب صراحتتون خیلی باش، من تو خطابتون میکنم چوب صراحتتون میخوری، یاغی هستی، نارضایتی داری. خیلی از مربی‌ها میگن مشتاق جباری، من با اون آدمی که بیرون از فوتبالم و علاقه من به استقلال همیشه میخوندم، مشتاق جباری خواسته های خیلی زیادی از این باشگاه داره و شرایط ایران رو در نظر نمیگیره هیچ وقت و با مربیش به مشکل میخوره، یه چنین حرفایی رو همیشه دربارت میزدن و اینکه صراحت لهجت در واقع مدیران باشگاه ها و مربیان رو ناراحت میکنه. چه شد که این صراحت لهجه پیدا شد؟ حقیقت این که من فقط اون چیزهایی که میدیدم با همدیگه مقایسه میکردم و میدیدم که امکانات، شرایط، اون چیزی که واسه فوتبال ایران مهیا هستش اصلا چیزهایی نیستش که معمول بشه توی فوتبال دنیا، چون ما بزرگترین امتیاز فوتبال رو داریم، تماشاچیمون هستش. این تماشاچی باز میشه که فوتبال همیشه زنده باشه، رو به جلو حرکت بکنه. اما خب امکانات و شرایطی که برای بازیکن‌ها، برای تیم‌های بزرگ، برای استقلالی که من خیلی سال توش بازی کردم، به طور غیر باوری خیلی کم و محدود هستش. نحوه مدیریت، نحوه امکاناتی که داریم بخوایم ازش استفاده بکنیم. شما گفتین توقع من بالا بوده همیشه، اما میخوام بگم که من دیگه توی سال‌ها واقعا دنبال حداقل‌ها بودم. من میخوام اشاره بکنم که ما همین امسال هم که اومدیم شروع بکنیم با پژمان و مهدی و خسرو رفتیم و همراه آقای منصوریان رفتیم دفتر آقای توفیقی که آقای افتخاری هم اومدن که بخوایم راجع به مشکلات تیم، راجع به مسائل مالی، راجع به امکانات اینو صحبت بکنیم و همه ما این چهار نفر دوست داشتیم که من به استقلال کمک بکنیم، اتفاقات خوب واسش بیفته. ما بحثای کلی مالی رو حالا صحبت کردیم، اما یه سری حداقل رو ازشون میخواستیم که متاسفانه بهشون هم زمان دادیم اینا اصلا انجامش ندادن. یه تیمی با این قدمت، با این سابقه، با این پشتوانه نمیشه که زمین تمرین نداشته باشه تا به امروز. من فقط میخوام بگم که ما تو این سال حتی یه قدم هم جلو نرفتیم، بلکه پس رفت هم کردیم. این اتفاق واسه فوتبال میفته. ما بهشون گفتیم که ما درگیر یخساز هستیم، یعنی هنوزم که هنوز یخ قالبی میارن سر تمرین و مشکل سلفون داریم، مشکل نایلون داریم، ماساژورامون مشکل روغن دارن که بخوان استفاده کنن. اگه اینا رو دارم میگم خیلی خنده‌دار هستش، اینا دیگه حداقلایی هستش، اصلا نباید من اینا رو مطرحش بکنم به اون بزرگتر که ما اینها رو نداریم. وقتی مطرح شد اینا خیلی خندیدن و فکر می‌کردن که خب اینا که اصلا چیزی نیست، اینا رو تا فردا مهیا می‌کنیم. تا فردا مهیا می‌کنیم هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی این مشکلات تا همین امروز با استقرار بوده تا اینکه بعد از 3 ماه که از فصل شروع شد، فکر می‌کنم هفته قبل بودش که اومدن به بازیکن‌ها پول دادن، 30% که باید بهش بدن و توی این مدت دیگه بازیکن‌ها واقعا تو تنگنا بودن، خیلی اذیت می‌شدن. تمام سختی‌هایی که باید، اون فشارهایی که باید میومد بهشون اومد توی این مدت و شاید بالاخره اینا همه کمک میکردش. من فقط ناراحت این هستم که شاید بگن که حالا ما توقعمون زیاده، میخوایم اتفاقات خیلی بزرگی واسه این تیم بیفته، اما من میخوام بگم که اصلا مشکل استقلال مشکل مربی یا یه مدیر نیستش، اینا تأثیر دارن توی باشگاه. اما فقط میخوام بگم که هر مربی الان یکی از حالا حرف مربی بزرگی دنیا شده که میخوام بیان استقلال، هر کدومشون بیان ما راجع به استقلال بهشون میگیم، از بزرگیشون میگیم، از قدمتش میگیم، از تماشاچیش میگیم، اما وقتی بخوایم بهشون باشگاه استقلال رو نشون بدیم چیزی وجود نداره ما بخوایم بهشون نشون بدیم، یعنی زمین تمرین نداره. زمین تمرین شاید الان من بگم
مشکل من اینه که شاید برن تمام سعیشون رو انجام بدن، برن یک زمینی کرایه بکنن، در صورتی که آخه مگه میشه یه فوتبالیست باید توی زمین چمن تمرین بکنه؟ رده های پایش باید از این استفاده بکنن، همه امکانات رده پایش باید مثل بزرگسالان باشه. خیلی ما دغدغه داریم، خیلی مشکل داریم. من امسالم که اومدم اصلا راجع به اینا توی مطبوعات صحبت نکردم، هدف کمک کردن به تیم بودش. حالا جوانای تیم میومدن صحبت میکردن، مشکلاتشون رو میگفتن، سعی میکردیم که انجامش بدیم، اما دیگه خیلی زیاد شد. تا اینکه تو جلسه‌ای که حالا یه هفته 10 روز پیش افتخاری اومدن سر تمرین، اونجا خب راجع به اومدن تایم بودش که میخواستن پولا رو بدن، که من اونجا بهشون گفتم الان دارم صحبت رو انجام میدم چون به خاطر این صحبت‌ها منو گذاشتن کنار از تیم و من میخوام کامل راجع به اون چیزهایی که اتفاق افتاد توی جلسه صحبت شد بگم که بقیه بدونن که من خواستم چی بود و چه چیزی باعث شد که الان با تیمم نباشم. و اینو همه رو توی جلسه خصوصی بین بازیکنای تیم و مدیر عامل و مربی من گفتم. من بهشون گفتم که دیگه دیرتر از این نمیشد که این پولا رو بخوایم به مقرر بکنیم، چون واقعا من میدم یه سری بازیکن هستن که تازه گرفتیم، بازیکن جوان و با استعدادمون، اینا مشکل حتی تهیه غذا داشتن، یعنی از بزرگترهای تیم میمدن پول میگرفتن واسه اینکه بخوان یه مدت بخوان این غذاشون رو تهیه بکنین اتفاق بیفته. و گفتم که ما از اون موقعی که اومدیم با شما جلسه گذاشتیم تا به امروز، شما که مثلا دو سه ماه اصلا خبری ازتون نبود، خیلی کم میای کنار تیم، و اون حد اقلایی که به شما گفتیم، یخساز و ماشین لباسشویی و یا نمیدونم سلفون و روغن، اینا هیچ کدومش اصلا واسه ما فراهم نشده. و شما همین الان برین از سرویس بهداشتی از دوش اینجا استفاده بکنید، ببینید اصلا در شأن ما هستش، در شأن بازیکن استقلال هستش. و این صحبت ها رو من باشون مطرح کردم، گفتم که بچه ها الان دیگه انقدر این پول دیر شده بخواد بهشون برسه، این پرداخت دیر شده که دیگه اصلا به شوخی دارن میگن که فردا میریزن بعد از ظهر میریزن. اینا میتونست به علی منصوریان کمک بکنه، میتونست به تیم ما کمک بکنه. و بهشون گفتم شما وقتی که مدیر عامل این تیم شدین، تیم فوتبال هستش، اولین چیزی که باید داشته باشه زمین فوتبال هستش، ما زمین فوتبال نداریم. علت معصومیت ها رو پرسیدم، گفتم زمین بعد میتونه باعث معصومیت ها باشه، عمر یه فوتبالیست رو میتونه ببره بالا. و فکر میکنم که خیلی بازیکن های ایران خیلی تعداد کمشون تونستن تجربه زمین خوب داشته باشن. من توی قطر با تیم الاهلی همیشه توی زمین خوب تمرین میکردیم، مثلا اگه میرفتیم یه روز توی زمینی که اون کیفیت های خوب داشت، صاف بود، چمن بودش، این مقدار سفت بودش، همه پرده شکایت میکردن به فیزیوتراپی این زمین سفت بودش و نتونستیم از اون کار بستیم، یعنی بهمون آسیب رسون. نرسان که ما هر روز با این مشکل مواجه هستیم، بازیکن استاد نمیتونه تمرین اضافه داشته باشه چون زمین رو با توجه به ساعتی که خالی هستش به تیم میدن، یعنی برنامه ریزی به این صورت هستش که صبح وقتی زمین شما دو آزادی خالی هستش، چون بعد از اون تیمای دیگه کرایه کردن، یعنی تو زمینی که ما تمرین میکنیم چند تا تیم دیگه تمرین میکنن، شده بعضی ما منتظر شدیم که تیم دیگه تمرینش تموم بشه و ما بریم تمرینمون رو شروع بکنیم. و من این مشکلات رو گفتم بهشون و توی اولین فرصتی که به دست آوردم، جایی که بخوان این مشکلات رو حل بکنم، سعی کردن که منو بذارم کنار تو بتونن راحت حالا اون مدیریتشون رو یه تیم داشته باشه. خیلی شبیه به وضعیت هنر ادبیاتمونه انگار، یعنی یک هیاهوی بیرونی داره که ما جریان‌سازیم، ما میتونیم در واقع بدرخشیم که میدرخشیم، میاد فرهادی میدرخشه، میاد یه نویسنده ما میدرخشه، ولی انگار روند وجود نداره و میبینم که پس شباهتی بین فوتبال هستش، تیم دو ستاره آسیا، سومین تیم پرافتخار آسیا، در واقع مدیرش با شما لج میکنه در واقع شخصا برای اینکه بتونه به روند خودش ادامه بده. به همین راحتی همین؟ دقیقا همین اتفاق افتاده. حالا نمیدونم شاید ایشون واقعا از جب حاکم بر استقلال و تماشاچی و اینکه بازیکنای تیم چقدر بین هوادار و محبوب هستن اصلا اطلاع نداشتن و این تصمیم رو گرفتن و واقعا هیچ دلیل دیگه ای نداشتش. من خیلی ناراحت شدم، بهشون گفتم حداقل اینه که سری بعدی که من با شما اومدیم، که شما اومدین اینجا میخوایم جلسه بذاریم، بچه ها اینقدر عرق نریزن توی این اتاق، جای اون پنکه ای که اونجا گذاشتیم گوشه اتاق یه جایی باشه، بالاخره یه کولری باشه، یه امکانات مناسبی باشه. این در شأن اصلا
انسان نیستش، حالا بازیکن استقلال. بالاخره من بهشونم گفتم اونجا بودم، من اینجا خجالت میکشم کنار بازیکن جوون لباسم عوض بکنم، چون این بازیکن با یه تصویری از استقلال میاد، اون چیزی که تو ذهن شکل گرفته وارد استقلال میشه که به همه چی رسیده، به آرزوهاش رسیده، و اون امکانات، اون جایی که ما داریم لباس عوض میکنیم، دوش میگیریم و تمرین میکنیم، اصلا در شأن باشگاه بزرگ استقلال نیست. این بزرگی استقلال طوری که وقتی میری تو شهرستان ما خودمون غافلگیر میشیم از اینکه چقدر این آدم ها با علاقه میان توی فرودگاه، توی هتل میمونن، ساعت ها انتظار میکشن. میگم اینقدر مهمه واسه مردم، چرا این تیم واسه مسئولین مهم نیستش؟ من دوست دارم بگم که باشگاه استقلال از این فرصت، من دوست دارم از این فرصت استفاده بکنم بگم که تیم ما باشگاه استقلال میخواد یه باشگاه داشته باشه، چند تا زمین تمرین داشته باشه، میخواد سالن بدنسازی خودش رو داشته باشه، استخر، هر چیزی که لازمه یه باشگاه ورزشی است. و توی همه جای دنیا، کشورهای اطراف، کشور اروپایی داره رعایت میشه. تیم هایی که اصلا تماشاچی رو نمیشناسن همین امکانات واسه شون هستش. اما چرا باید این باشگاه استقلال این امکانات به وجود نمیاد؟ من دوست دارم راجع به اردوی پیشفصلیمون توی ارمنستان بگم. فکر کنید تیم این همه بازیکن خریده، بالاخره داره واسه یه پس خودش رو آماده میکنه. ما رفتیم کشور ارمنستانی که خب خیلی از کشورها ضعیف‌تر هستش، اما توی کمپی رفتیم که 10 تا زمینه تمرین داره با کیفیت بالا، و متاسفانه اونجا ما رو با شرایطی فرستاده بودن که با خودشون پول نبرده بودن یا بنزین کافی، اون کسی که باید میومد نیومد، این پول با خودش نیاورد. خیلی بده از اینکه بیان از بازیکن استقلال بخوان که مثلا شما چند دلار دارید، شما چند یورو دارید. چیدم شما پژمان منتظری اونجا یه تعدادی از بچه‌هایی که پول همراهشون بود واسه اینکه در سالن غذاخوری رو بسته بودن و نمیذاشتن از اتاق میتینگ اون استفاده رو کنید و آنالیز بکنیم. فکر کنید قبل از جلسه ما رفتیم پولا اون رو بردیم با هم دیگه تا بتونیم این پول رو پرداخت بکنیم که بتونیم از این امکانات استفاده بکنیم. و یادمه که یکی دو بار به همون استراحت دادن اونجا و هیچ کس بیرون نمیرفت، بازی کنه جوان کسی که حالا بالاخره تجربه سفر خارجی شد واسه اولین بار بود یا دختر بعد میرفتن از این استراحت اون روزشون استفاده میکردن، میرفتن توی شهر و حالا خرید چیزی میکردن، نمیرفتن بخاطر اینکه پول نداشتن. یعنی واسه این سفر پول تو جیبی واسه هیچ کدوم از این بازیکن در نظر گرفته نشد که چند تا از بازیکن‌ها مثلا بهشون قرض میدادن تا بخوان بدن. خب ما همه سعی میکنن این مشکلات رو بلافاصله نگن، فکر کنن که بالاخره حالا حاشیه وارد تیم میشه، اما تهش این میشه که این تیم لطمه میخوره. ممکنه حضور یه مربی، چند تا بازیکن واسه یه مقطع کوتاهی میخواد مسکن بشه، اما در دراز مدت چون هدف گذاری نیستش، باشگاه استقلال اون چیزی که شایستش هستش هیچ موقع نمیرسه، همیشه اذیت شده از این. چرا فکر میکنی بچه خصوصی نمیدونش؟ فکر میکنی رفتارشون دلیل خاصی داره؟ یعنی حالا چه استقلال چه پرسپولیس فرق نمیکنه توی چیز، چرا واقعا مثلا به بچه خصوصی نمیده و چرا یا چرا مثلا یه هیئت مدیره چنین عجیبی برای استقلال الان بحثای پیش اومده؟ واقعا فکر کنم دستی تو کاره، دوست دارم مثلا استقلال زمین بخوره. من خودم آدم متوهمی نیستم ولی واقعا داره به جاهایی به این نتیجه رسیدم که انگار میخوان این تیم نتیجه نگیره. خیلی بدم میاد از این تفکر، ولی دارم تسلیم این تفکر میشم که این شکل هیئت مدیره، این مدیر عامل بی‌کفایت. تو که تو جریان هستی چی میبینی؟ دلیل رو چی میبینی که به راحتی چرا واگذار نمی کنن این تیم رو؟ نمیدونم واقعا حالا چی تو فکرشون میگذره. من میگم یه الگویی هستش تو سطح دنیا، باید اونو بالاخره دنبال کردش. اگه میشد یه تیم بزرگ و بدون این امکانات ساختش، بدون این هزینه ها ساختش، بدون زیر ساخت ساختش، خب تیمای بزرگ دنیا واقعا احمق نبودن که بخوان این همه هزینه بکنن، بازیکنای گرون بگیرن، زمین تمرینی درست بکنن، این کار رو انجام بدن. من میگم انتظار من اینه که از امسال تا سال دیگه یه اتفاق یه ذره رو به جلو بیفته، یعنی در حد یک قدم. الان زمین تمرینی رویاست، یعنی اینکه یه باشگاه بزرگ استقلال نمیدونم اصلا نمیتونم تصورش بکنم چرا باید بره با یه
استادیومی قرارداد ببنده که این زمین تمرین رو بتونیم توش تمرین بکنیم، بهش یه پولی پرداخت بکنه، چرا خودش نباید داشته باشه؟ چرا باید بره توی مجموعه انقلاب سالن وزنش رو استفاده بکنه؟ چرا علیرضای منصوریان باید بیاد یه سری وسایل بدنسازی بخره بیاره کنار زمین شماره دو بخواد اونجا بذاره که بازیکن‌ها استفاده بکنن قبل و بعد تمرین؟ واسه اینکه یک مربی بتونه اون خواسته هاشو برآورده بکنه انجام بده، باید خودش هزینه بکنه، باید خودش بره دنبالش. اینا انرژی میگیره از مجموعه کادر فنی، خود بازیکن‌ها نگاهشون نگاه منفی میشه، نگاه مثبتی نمیشه. الان فوتبال روز به داره خیلی با سرعت میره جلو، ما با این روشی که داریم میریم همینجوری داریم فاصله میگیریم، فاصله هامون زیاد میشه. و وقتی که الان مردم خیلی ناراحتن از نتیجه نگرفتن تیم، از اون بدتر از رفتاری که توی تلویزیون توی برنامه نمونه دیدن. در عرض یک ساعت فکر میکنم که همه متنفر شدن از فضایی که توی فوتبال هستش. و من میخوام بگم که ماها هر روز درگیر این هستیم، ما هر روز این آدم ها رو میبینیم، ما قرارداد بستنیم با اینا قراردادیم و پول گرفتنیم باید بریم از اینا پولمون رو بگیریم، ما طرفمون هر روز همینا هستن. ببینید که این فضا چقدر فضای بد و مسمومی هستش برای ما. و تماشاچی استقلال به نظر من خواستش نباید یک مربی باشه، خواستش نباید یک مدیر باشه، تعویض اینا بخواد یه مسکنی باشه، شد باید یه باشگاه بخوان از دولت، امکانات باید بخوان، باید زمین تمرینی بخوان. که هر مربی اومدش اونجا، من توی فوتبال قطر اگه ژاوی رو میارن باید ژاوی رو بتونن تو زمین خوب از امکانات پزشکی خوب همه اینا رو بتونن ساپورت بکنن. یه مربی بزرگ میخواد بیاد، یه بازیکن بزرگ میخواد بیاد، شما ببینید که چه جوری باهاشون رفتار میکنن، کجا اسکانشون میدن. جبروفی که کاپیتان تیم ملی ازبکستان هستش، وقتی میاد تو اونجا تمرین میکنه چه تصویری از فوتبال ما از ایران میخواد ببره اونجا نیکاس بده؟ جز بدترین امکانات ورزشی فوتبالی هستیم تو سطح دنیا. وقتی استادیوم میخواییم بسازیم، استادیوممون همه قدیمیه، وقتی که میخواد افتتاح بشه اصلا دیگه هیچ جای دنیا اینجوری استادیوم درست نمیکنن، خیلی طول میکشه این اتفاق میخواد میفته. تو باشگاه الاهلی وقتی من رفتم بعد از یک سال شروع کردم باشگاهشون رو بازسازی بکنم درست کنم، یک سال و نیم دیگه ما تو اون زمین داشتیم بازی میکردیم و زمینی که درست کردن سفت بود، زمین بازی ما با اینکه این همه هزینه کرده بودن به تقاضای بازیکنان، ما بعدش رفتیم توی زمین با کیفیت کمیته فنیشون اونجا المپیکشون زمین اونجا تمرین کردیم که کیفیت خوبی داشت. یعنی اون هزینه اونا رو گذاشتن که چون سلامت بازیکن واسهشون مهم بودش. حالا اینا هیچ کدوم مهم نیستش. من یه جایی گفتم مثلا به مدیرامون بودم، کرامت انسانی این وسط یه جاهی لکه دار میشه، نوع برخوردتون بازیکن نباید. من سید حسینی الان گلر استقلال شده، فیکسر بازی میکنه و کاپیتان این تیم بود تو بازی قبل. اینا رو بعد چند سال پیش میدین که توی کمپ حجازی تو کجا اسپان داده بودن، یعنی طوری بودش که فقط ما جمع شدیم بازیکنهای تیم بهشون گفتیم که برین از هتل المپیک استفاده بکنیم، ما هر طوری شده خودمون این پولو فراهم میکنیم میدیم به اونجا. اما میدونم اگه 10 سالم اونا اونجا زندگی میکردن با اون شرایط بد که توی زمستون گرمش نداشته باشن، توی تابستون سرمش نداشته باشن، سرویس بهداشتی در دسترسشون نباشه، باید بیان از پله ها پایین که برن از سرویس رختکن و اینا استفاده بکنن، همینجوری ادامه میدادن، کسی نبود که بخواد بهش بر بخوره این اتفاق. من میگفتم که این بازیکن اگه اتفاق برای مهدی رحمتی بیفته گلر فیکس استقلاله، چطوری میتونه با این شرایط تعامل بکنه، چطوری میتونه پیشرفت کنه این اتفاق بیفته؟ ما الان خیلی بازیکن جوان داریم از شهرستان اومدن، همشون میتونن بازیکن بزرگی بشن، اما نوع برخورد امکاناتی که بهشون میدن، مسائل مالیشون، امکانی که واسه خانواده‌هاشون فراهم میکنن بخوان بیان ایران در کنار در تهران در کنارشون باشن، اینا برای من خیلی دردناکه، واسه من خیلی عذاب‌آور، چیزی که واقعا ذهنمو درگیر میکنه، اذیتم میکنه. یه جاهای دیگه مجبور میشم بگم، من تو الانم که دارم میگم دیگه امسال دوست نداشتم مثلا زیاد درگیر این مسائل باشم، اما دیدم یه مدیری به خاطر اینکه بخواد مدیریتش پایدار باشه، بخواد یه سرپوشی روی همه اتفاقات بد استقرار بذاره، میاد بزرگتر تیمش رو از تیم خارج میکنه،
این اتفاق انجام شده. به خاطر همین الان لازم دیدم دوست داشتم بگم شرایط باشگاه استقلال باشگاه باید انقدر بزرگ باشه، انقدر قوی باشه، انقدر متمول و خوب باشه بتونه بازیکن یک بزرگ رو بیاره، بازیکن بزرگ دنیا رو بیاره که تجربه رو بازیکن جوان استفاده بکنه. یعنی اگه مشتاق جباری بود، اگر علی منصوریان بود، اگه هر کسی دیگه بود یا نبود، این باشگاه این سیر سعودیشو بتونه ادامه بده. مرسی. پس اونها رو شما 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 شما